به نام خدا 97 چیز که یک برنامه نویس بهتر است بدانند عباس یزدان پناه هستم و با ارائه بخش دیگری از این کتاب در خدمت شما اول از همه باید بگم که فصلا به ترتیب ضبط نشدن و اونهایی که من باهاشون برخورد داشتم رو زودتر ضبط کردم که انشالله یه بار تا آخر کتاب بریم و بعد برگردیم و وصل هایی که واقعی مونده رو ضبط کنیم فصل پنجم زیبایی در سادگی است افلاتون میگه که زیبایی سبک هماهنگی ملاحت و وزن خوب وابسته به سادگیه این جمله ایه که به نظر من باید همه برنامه نویس ها به خاطر بسپرن و توی کارهای برنامه نویسی که انجام میدن کارهای روزمرهشون به کار بگیرن حالا وقتی ما میگیم کلا از کد نویسی دنبال چی هستیم دنبال اینیم که یک کد خانا بنویسیم یه کدی که قابلیت نگهداری داره کدی که وقتی خودمون یا دیگران میخوایم یه ویژگی چیزی بهش اضافه کنیم بتونیم به راحتی و با سرعت خوبی این کار را انجام بدیم و دوست داریم این کدمون زیبا باشه زیبایی معمولا اینجوریه که خیلی خوب نمیشه اندازش گرفت و ممکنه یه چیزی به کد ما اضافه بشه کد رو زیبا کنه و یه چیز کوچیکی ازش کم بشه و کد زیباییش رو از دست بده افلاتون میگه که کلید همه اینها سادگیه خب اگه بخوایم یه خورده در مورد زیبایی حرف بزنیم چی میگیم اینه که آدم ها هر کدوممون فرد فردمون تک تکمون درک متفاوتی از زیبایی داریم یعنی اینکه من و شما چیزای متفاوتی رو زیبا میبینیم و نکته اینکه که مهندسا و هنرمندا هم زیبایی و متفاوت میبینن ها مثلا دنبال اینن که یه نسبت طلایی پیدا کنن یه تناسب هندسی پیدا کنن یه چنین چیزایی ولی هنرمندا چیزهای دیگه رو زیبا میدونن و زیبا فرض میکنن و زیبا میبینن اصلا و نکته اساسی این که به نظر میرسه نقطه اشتراک همه اونها سادگیه از زیبایی که بگذریم زیبایی کود یعنی چی خب اول در نظر بگیرید ببینید تالا کدی که تا الان خوندید رو یاد به یاد بیارید به نظرتون کدوم کد زیبا بوده کدوم کد زیبا نبوده اگه تا حالا کدی نخوندید یا کدی که زیبا هست رو نخوندید من پیشنهاد میکنم که به گیت برید و سورس کد پروژه های بزرگ و معروف رو بخونید و تا اینکه بدونید که بالاخره یه کدی که بزرگه و خوب نگهداری میشه و آدم های زیادی دیدنش چجوریه نکته اساسی اینه که فارغ از پیچیدگی کل سیستم تمام بخش های اون سیستم سادن یعنی تیکه ها برای شما به راحتی قابل فهمه نکته بعدی اینه که اشیای یا همون ابجکت ها یا کلاس هامون سادن و یک مسئولیت دارن اسم توابع یا متد هامون هم خانان و روی یک کار متمرکز شدن حتی بعضی از این سورس کد ها یه خورده عجیب غریب تر هم به این موضوع نگاه کردن و طول توابعشون رو حتی بین 5 تا ده خط نگه داشتن حالا برای این کمی مسئله یک ذره بازتر بشه من یه خورده به اصطلاح ملموستر سعی میکنم بگم که زیبایی کد چیه اولا اینکه سلسله مراتب کود رو رعایت کنید اینکه کودهاتون هاتون اندازه کافی آیدنتیشن داشته باشه بره تو بیاد بیرون که طرف با دیدن کد بفهمه که کدوم قسمت مال کجاست نکته بعدی این که کدتون رو سعی کنید ماجولار کنید از کپی کردن کدتون پرهیز کنید یه تیکر رو یه بار بنویسید و جاهای مختلف ازش استفاده کنید نکته بعدی این که میتونید شما بخش بندی کنید یعنی اینکه یه فایل بزرگ رو بشکنید به چند تا فایل کوچیک مثلا اگر انتا سی اس اس برای کارهای مختلف دارید اون سی ها رو بشکنید و برای کارهای کوچیکتر کوچیکش کنید و نکته بعدی این که یک نواختی رو رعایت کنید یعنی اینکه اگر یه جا یه مفهوم رو یه کاری رو به شکل آ انجام دادید بقیه جاها هم به شکل آ انجام بدید مثلا اگر دارید همه جا از دیپندنسی اینجکشن استفاده می کنید همه جا دیپندنسی اینجکشن رو یه جور به کار ببرید یا اگه کارهای دیگه ای می کنید مثلا نام توابه و اگه خواهید انتخاب کنید اگه نام اون تابه با یه پیشوندی شروع میشه همه جا با اون پیشوند شروع بشه یا هیچ جا با اون پیشوند خاص شروع نشه و در نهایت بخوام جنبندی کنم اینه که کد زیبا کد ساده ایه و نکتش اینه که اجزای ساده ای داره با روابط ساده این ویژگی ها باعث میشن که کدمون قابلیت نگهداری داشته باشه یعنی اینکه که بتونیم راحت کدمون رو توسعه بدیم و اگه باگی چیزی توش بود اون رو نگهداری کنیم نکته بعدی اینه که کد سادهمون تمیز و قابل تسته یعنی اینکه احتمالا باگ های کمتری اصالتان توش به وجود میاد و در آخر اینکه سرعت توسعه بالایی هم داره یادمون باشه که سادگی در زیبایی متولد میشه و پیدا میشه معمولاً جاهای ساده هستن تو سادگی هست که زیبایی رو پیدا میکنیم خیلی ممنون که به این قسمتم گوش دادید خدا نگهدارتون